با درود بیکران مردم شریف و قهرمان ایران هر ادب با احترام می کنم به همه جوانان قیور ایران زمین که واقعا این روزها هر چقدر از رشادت و شجاعتشون بگیم که هم گفتیم این جوانانی که با دست خالی اما با عزمی راسخ به مسافی رژیم تا بون دندان مسلح رفته اما صلابت جوانان ایرانی قطعا این نظام رو نابود خواهد کرد خدمتتون از بکنم دوشنبه شب هست و خواستم خیلی کوتاه بزرگتون رو ارز بکنم که قرار تو همین هفته سواربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی مشخص بشه چون واقعا این فدراسیون که الان هست فدراسیون مردم ایران که نیز فدراسیون فوتبال جیم الف از جمهوری اسلامی من دوشنبه شب از منابعی که حالا دوستانی که بودن شنیدم وینچنزو مونتلای ایتالیایی بازیکنی که سابقا در تیم ملی ایتالیا بازی میکرد فوروارد آس روم بود سرمربی آیس روم بود سرمربی فیورنتینا بود الان تو لیگ ترکیه سرمربی آدانا اسپور ترکیه است که در ردی چهارم جدول لیگ ترکیه قرار داره خیلی به که تیم ملی ایران نزدیکه باش صحبت کردن اون افرادی که به آقای تاج نزدیکن صحبت کردن با وینچنز مونتلا و هنوز نمیدونم که قطعا باشون به جنبندی رسیدن اما که از گذینه های قطعی تیم ملی ایران هست و صحبت های در ترکیه باشین شده با تیمش هم بسیار خوب نتیجه در لیگ سوپر لیگ ترکیه و از اونجایی که نزدیکان آقای اردوغان سکان یه جورایی زمامداری این تیم رو به دست دارن اصلا دلشون نمیخواد که سرمربی موفق ایتالیا خودشون رو از دست بدن چون انتخابات سراسری ترکیه هم نزدیکه تیم هایی که صاحبانشون از نزدیکان آقای اردوغان دوستان اون تیم ها در اوج باشن تا طرفدار اون تیم ها بتونن به آقای اردوغان رای بدن به همین دلیل به شدت به دنبال حفظ وینچز مونتلا هستن اما مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم باهاش صحبت کردن در ترکیه و یه قول های هم ازش گرفتن اما تو همین دو روزه مشخص میشه که ایشون میاد در تیم ملی ایران یا نه یکی از گزینه های قطعی هم امیر قلعه که با شکست تیمش مقابل استقلال نشون داد که واقعا دوران سرمربیگری و کارهای فنی و تفکرات فنی امسال امیر قلعه تموم شده و اگر این مربی بیاد در سکان هدایت تیم ملی قرار بگیره واقعا یه جوره فاجعه رو خواهد دادید مربی که به استقلال باخته به پرسپولیس باخته به سپاهان باخته به تیم بالای جدول باخته و تفکرات تاکتیکیش دیگه منسوخ شده است من نمیدونم دیگه کجا میتونه به تیم ملی ایران کمک بکنه حالا بعد در جلسه هی رئیس فدراسیون فوتبال جیم الف که در جزیره خاک قرار برگزار بشه بیسته اسفن اونجا مشخص میشه که سرماروی تیم ملی چه کسی خواهد بود اما آقای وینچنز و موتلا شانس بسیار بالایی داره که بتونه هدایت تیم رو بگیره یه مشکلی هم که فدراسیون فوتبال داره برای انتقال پول مربی مد نظر خودش اما قولهایی از فیفا گرفته که بتونه با همکاری قطری ها خب میدونی قطری ها دلال تو یعنی منطقه و تو منطقه خلیج فاس منطقه خاورمیانه و اونجا چون رابطه بسیار خوبی با نظام فاسد اسلامی داره قطر گفته کمک های خواهد کرد که بتونه پول های بلوکه شده ایران در فیفا رو انتقال بده و یکی از شانس هاشون همین قطری است که بتونه پول سرمربی مد نظر تیم ملی رو اونجا پرداخت بکنه اما تو همه سه چهار روز قطعا اون فردی که بخواد سکان هدایتی تیم رو به درس بگیره مشخص میشه اما گفتم خدمتتون از بکنم که وینچنزو مونتلا که از کسایی هستش که به صورت جدی باهاش صحبت کردن شب و روزتون خوش